و اما در رابطه با آنالیز واحدهای حرکتی مثلا میخوام آنالیز اسپونتینیوس اکتیویتی، در رابطه با اسپونتینیوس اکتیویتی همطور که در واقع شما توی اتاق EMG دیدین، آنالیز این اسپونتینیوس اکتیویتی ها یک در واقع یک بگیم یک چیزیه که مربوط به تجربه شماست. میگم خیلی از موارد حتی با شنیدن صدای یک اسپونتینیوس اکتیویتی، مثلا صدای میوتونی رو تا یک بار که بشنوید براتون یک تجربه است و از اون به بعد هر موقع این صدا رو میشنوید یه دفعه توجهتون جلب میشه. یا همطور کامپلکس ریپیتیتیو دیسچارج صداش رو که میشنوید جلب میشه، متوجه این؟ یا مثلا فیبریلیشن صداش، البته در رابطه با فیبریلیشن و پوزیتیو شارپه یه خورده ضعیفی، حتی اونایی که خیلی هم اومدن EMG NCV نمیدونم چرا، ولی تو تشخیص اینا یه مقدار بعضی وقتا ضعیف عمل میکنه. ولی به هر صورت شناخت spontaneous activity ها خیلی وابسته به تجربه است که هم شکل رو آدم بشناسه، به چشمش آشنا باشه و هم صداش، به خصوص صداش خیلی مهمه، صداش به گوشش آشنا باشه. تا صداش بشنید فوری، حتی بعضی وقتا بدون اینکه شکل رو ببینه متوجه میشه که این spontaneous activity از چه نوعیه. ولی تو کتاب شما، تو کتاب رفرانستون، برای اینکه این تجربه رو کسب کنید یه روشی رو پیشنهاد میکنه، یعنی در واقع میگه از سه تا ویژگیه این چیزایی رو که میبینید استفاده بکنید برای افتراق spontaneous activity یا از هم، تا یواش یواش به مرور این تجربتون بیشتر بشه و بتونید راحت حتی با استفاده از صدا و نگاه کردن بلافاصله متوجه بشید spontaneous activity مریض از چه نوعی. و اما از چه ویژگی هایی گفته استفاده کنیم؟ یک گفته از مورفولوژی، یعنی اون چیزی که میبینیم، که این مورفولوژی برمیگرده به این که این شکلی که میبینیم به کدوم یکی از این شکلهایی که در پایین اسلاید نشون داده شده نزدیکتر. مثلا در رابطه با end plate noise، همونطور که میدونید یک در واقع موج نگتیو خیلی با دامنه کوتاه و مونوفازیک هم هست، به شکل شماره A یک اون بالایی. دومین یک muscle fiber action potential، البته موارد B C و D هر سه در واقع یک muscle fiber action potential هستن، یعنی end plate noise، end plate spike مذارم بخوام، اون B یک end plate spike در واقع، اون C یک fibrillation و اون دی یک چیه؟ پوزیتیو شارپ ویو. هر سه اینا در واقع در اثر انقباض یک فیبر عضلانی ایجاد میشن. شکل ای یک مالتیپلت هست، در واقع یه شکلی از چندین انقباض چندین فیبر عضلانی به شکل همزمان. و در کنار همه اینها برای اینکه مقایسه بکنه برای شما یک موتور یونیت اکشن پتانسیال رو هم در انتها نشون داده. بصورت از سه تا ویژگی ما استفاده میکنیم، یکی مورفولوژی، یعنی با استفاده از این شکلایی که تو ذهنمون هست که ماسل فایبر اکشن پتانسیال به چه شکل، پوزیتیو شارپه به چه شکل. دوم استابیلیتیش هست که حالا میگیم تو بحث این استابیلیتی که اینجا گفته به شکل آیا یک موج، یک spontaneous activity که میبینید استیبل یا unstable. unstable منظور مواردی که waxing and waning دارن، میرن و میان. و بالاخره firing characteristic، یعنی میزان firing اون spontaneous activity گاهی اوقات تو تشخیص نوع spontaneous activity به شما کمک میکنه. و اما شکل یک muscle fiber action potential یا یک compound muscle action potential، باز این یک قاعده کلی در الکتروفیزیولوژی که میدونید برای اینکه یک شکل در واقع توی compound muscle action potential، موقعی که ما میخوایم
یک عصب رو تحریک کنیم و انقباض اون عضله رو ثبت کنیم، یعنی اون جمع جبری انقباض تمام فیبرهای عضله رو ثبت کنیم که بهش اصطلاحا میگیم کامپاوند ماسل اکشن پتانسیال، برای اینکه بتونیم یک موج، همیشه دنبال این هستیم که یک موج بایفازیک با شروع چی نگاتیو داشته باشیم. در از نظر الکتروفیزیولوژی شما هر وقت خط بیسلاین به سمت بالا میره اصطلاحا اصطلاح نگاتیو رو به کار میبریم، وقتی پایین میاد اصطلاح پوزتیو رو به کار میبریم. یه قرارداد در واقع برصد، برای اینکه بتونیم یه شکل بایفازیک داشته باشیم، اگر اکشن پتانسیال درست از زیر محل الکترود ثبات، که حالا این الکترود ثبات میتونه یک الکترود سطحی باشه بر روی عضله در موارد که داریم NCV اندازه گیری میکنیم، یا در موارد نیدل EMG میتونه یک نیدل باشه که زدیم تو عضله، اگر دقیقاً از همون نقطه‌ای که نیدل قرار گرفته یا الکترود ثبات شما قرار گرفته اکشن پتانسیال شروع بشه، شما یک موج بایفازیک میبینید به این شکل. یعنی ابتدا شروع موج به شکل نگاتیو و بعدش که اکشن پتانسیال از الکترود ثبات دور میشه به شکل نگاتیو در میاد. و در مواردی که در واقع اکشن پتانسیال از محلی دورتر از نیدل ثبات یا الکترود ثبات شما شروع میشه، شما میبینید ابتدا یک موج، یعنی موقعی که این اکشن پتانسیال به سمت نیدل شما حرکت میکنه یا به سمت الکترود سطحی ثبات شما حرکت میکنه، ابتدا یک موج پوزیتیو نشون میده، بعد که میاد زیر خود الکترود میره بالا و بعد که ازش دور میشه دوباره میشه یک موج پوزیتیو سه مرحله‌ای یا سه فازی. بخاطر همین هم هست که موقعی که ما مثلا تو NCV میخوایم یک موج خوب پیدا بکنیم، ما همیشه توی NCV پرهیز میکنیم از مواردی که موج سه شکلی باشه. چرا؟ چون شروع موج برای ما مشخص نیست، همیشه دوست داریم اولش نگاتیو باشه و با تکون دادن محل الکترود سعی میکنیم دقیقا اونو روی موتور اند پلیت قرار بدیم که موجمون یک موج بایفازیک بشه برای اندازه‌گیری NCV. توی نیدل EMG هم یا اسپونتینیوس اکتیویتی هم شما با تکون دادن نیدل مرتبا این شکل موج میتونه برای شما تغییر بکنه، ابتداش نگاتیو باشه یا ابتداش پوزیتیو باشه، بر اساس اینکه این اکشن پتانسیالی که شما ثبت میکنی داره از نیدل شما دور میشه یا به نیدل شما نزدیک میشه یا از زیر نیدل شما شروع شده باشه. بنابراین شکل موج رو بدونید همیشه به این دلیله.